گل بدین، گل بدین، بیا اینجا ببینم چی شده. رامبو چیزی شده؟ نه آقا، بعد از ماجرای دیروز امروز اینجا دوباره دعوا سر گرفت. آقای جوانم عصبی شد و فشارش افتاد، الانم نمیذاره هیچ کسی سمتش بره. دیروز که همه کارگاه بودن که. بله یا من که خانه بودم، ولی میگه اوضاع اونجا از کنترل خارج شده بود. اوه اوه، همون میدون جنگو میگه حتما. با توجه به حیواناتی که خودتون گفتید، من شما رو به چهار گروه تقسیم کردم. گروه اول، آبزیان. گروه دوم، خزندگان و پرندگان. گروه سوم، حشرات. و گروه چهارم متفرقه، مثلا میمون و پلنگ و پاندا و کوالا. بله تا جیر جیر اکا نمیدونم صدف دریایی متفرق نیست، اون وقت پلنگ و پاندا و کوالا متفرقن. و شما خودت اسم بذار روش، هرچی دوست داشتی بگو. پیدش شما میستونیم من اسمش رو بگم. خب بذارید یه فکری بکنم. گروه شما باشه حیوانات خونگرم. خونگرم خوبه، اینقدر خوبه، این انقدر مهربونن. اینا ندیده با نشناخته با سلام نکرده، آمی آمی چسبن به ادون آولدون نمی کنن. الان راضی دیگه، اینقدر خونگرم و مهربونن که نگو. آقا چطور اینا حیوان خونگرم باشن، ما پرندگان و خزندگان باشیم؟ طاووس خیلی هم خونگرمه، من میرم تو اون گروه. خانم کجا؟ طاووس کجاش خونگرمه؟ والا ما ازشون خون سردتر نیدیم، بهش دردی هم نمی کنه. الان من به درد نخورم، با من بودیم به درد نخورم. اونم با یه خانم محترم. آقایون خانوما، بنده ماشینم رو فروختم که آقایون حقوق شما رو پرداخت کنه. چرا موضوع قرض دادن پول جلو بقیه دیروز یهو مطرح کردن؟ آره آره. خب احساس کردم همه پیکانا سمت منه، خواستم حواس بقیه از خودم پرت کنم، از دهنم پرید. تا الان برای شما پیش نمیاد یه موضوع خیلی مهم و مخفی رو رو کنید وقتی میخواید حواس بقیه از خودتون پرت کنید؟ نه. خب پیش نمیاده؟ پیش نمیاده واقعا؟ نه. خب برای من پیش اومده دیگه، بالاخره آدمیزاد و هزار خطا، منم تو اون بره حساس کنونی دیروز اشتباه کردم. خب حواسای من همینه، همین باید میشد. آفرین. الان قراره چیکار کنیم؟ هر کسی بدترین حرف یا کاری که نسبت به سه تا از همگروهیاش انجام داده قراره بر ما اعتراف کنه. چه جوری؟ دستشو میزنه تو رنگ، میزنه به تابلو. هر گروهی که بیشترین رد دست داشته باشه چی میشه؟ برنده میشه. برنده میشه. بله. آقا من شروع میکنم، وقتو بگیر. این مرحله کارگاه سهیل نوری‌پناه حسابی درد سرساز شد و بچه‌ها شروع کردن به اعتراف کردن حرفایی که پشت سر هم زده بودن و اتفاقی که نباید بیفته افتاد. موهای من مصنوعیه؟ من برام بود گفتم، گفتم منو بذار جای مرشد تهیه کننده. پشت سرش گفتم الکی میگه فوق لیسانس داره. ببخشید. تمام پلاتوهایی که میمیسه به درد نخور و بی خودم. پولی که به حساب میدن زیادیشه. همه جا گفتم شایعه کرونا داشتن رامبو زیر سر ساناز صفایی. من به سعید گفتم امین از تماشاچی ها پول میگه. بله بله، معلومه که شما فرق میذارید. من به همه هم گفتم که ایشون تبعیض قائل میشه بین بچه ها. سعید تو چرا؟ حالا فردای روز کارگاه و زب تعطیل شده و تو هر اتاق و گوشه ماجرایی شده. آقای به اصطلاح خاکسار، تشریف بیارید داخل، خجالت نکشید. خجالت نکش، راحت باش. اون موقع وقت خجالت میکشیدی که رفتی گفتی موهای من مصنوعی و کلاگیس میذارم سرم. این فرضی که هنوز برای من اثبات شده نبوده، یعنی نیست، داره مراحل تست انسانیشو میگذرونه، باید نتایج اثر بخشیش در بیاد. خب مگه واکسن کروناست عزیز من؟ ببین من بعد از کارگاه از همه بچه ها پرسیدم، همه به زرس قاطع گفتن که تو گفتی سر نخوا میرسه به تو، تو رفتی همه جا جار زدی که من کلاگیس میذارم سرم. آقای کنجکاف، این همه کله مشکوک توی خندبان است، چرا پشت سر من میری حرف میزنی؟
به عنوان نمونه تشریف بیارید. این همه آدم بدمو، این مو بیشتر شبیه کلاگیسه یا موی من بدبخت؟ خب موی علی لونه کلاغیه، نچرال بیوتیه. این نچرال بیوتیه؟ آقا به من نگو، من سالهاست گیریمورم از صد فرسخی میفهمم چی نچرال بیوتیه. اصلا این نچرال بیوتی ایشون چی؟ این موی رنگ شده طبیعی به نظر میرسه، بعد موی من مصنوعیه؟ رنگ حناس به خدا. آقا ایوب، حنا دختری در مزرعه بود که رفت. رفت؟ این N9 اکسیدان 2 با یکم هم نقره ای قاطیش. ببین یونس، تو داری حسادتت به موهای لخت آقا ایوب و پشت یه پرفورمنس غیر علمی پنهان میکنی. روانشناسو بهش میگن فرافکنی، داره از مکانیزم انکار و فرافکنی استفاده میکنه. شما اینجا چیکار میکنید؟ بفرمایید بیرون، اینجا چیزی کاسب نمیشید. بفرما آقا، بفرما. من فرافکنی میکنم ها؟ ایشون چی؟ بیا اینجا. این آقا حسام گلمون که موهاشو یه روز از شرق میده غرب، یه روز از غرب میده شرق، یه روز اینوری میکنه، یه روز اونوری میکنه. این موهاش طبیعیه. رها کن قربون من، عزیز من، ولش کن. فرهود چرا تمام نمیکنیم بازی کثیف و برو دیگه. من چی؟ ببین فرهود، یا همین الان میری از هان عمومی که مشبش کردی درست میکنی، یا من نفری یه دونه راه با ماشین میرم تو سر اینا. من میرم. ببین صبر کن. مثلا که با خیالت راحت شد آقای گیریمور چیره دست؟ من خیلی چیزا بلدم، تو گیریمور کجا هستی اصلا؟ از چشمان با صد فرسخی نگاه میکنم همه چیزو متوجه میشم. 6 ساله دارم همینجا بغل رژه میرم، نمیفهمی؟ بده من اینو. نمیخواد. دست نزن، دستت به موهای من بخوره نخورده. کجوم؟ من که موهای نمیخواد. بکن بسی. بابا داشتیم. از تک به تک شما ها من اینجا آتو دارم. یه دقیقه گوش بده. فقط میخوام این قضیه از این اتاق بره بیرون. یه نفر اون بیرون بشنوه. کارتون با کرامل کاتبینه. این هم من. خیالت راحت. خیالت راحت. این قضیه از این اتاق بیرون نمیره. قول بدیم. قول بدیم. قول. بابا. قول. الان نمیتونم حرف بزنم، بعدم بهم یه تک زنگ بزن. فقط یه کلمه بهم بگو، حرف دیروز حسام درباره خانم رازی و تبعیضاتش رو تایید میکنی یا نه؟ میخوام سر بسته بگم بله. کاوه چی کار داری میکنی؟ گفتم کسی با بیرون از اتاق کارگردانی هیچ ارتباطی برقرار نمی کنه. برو. تا تکلیف این احانت ها روشن نشده، حتی نمیخوام یه ثانیه دیروز برام مرور بشه. فهمیدی؟ چشم. ببینم مگه ادامه هم داشته بعدش؟ خانم بنفشه صادقی تیک کرده چون کارزاده تهیه کننده است و چیزی هر چی دلش بخواد بگه. اینها فکر میکنید این چیه؟ این مدرک لیسانسمه. حالا خانم صادقی که دیروز اون کارگاه مزخرف اون حرفا رو زدن، تشریف بیارم من بهشون ارائه بدم. البته اون بنده خدا گویا گفته که فوق لیسانسم. بله فعلا فوق لیسانس ندارم چون که ترم آخرم. من میبینم پشت سرم اینجا حرفها، نگو همش زیر سر این خانم بنفشه صادقیه. بیرا نگفته که او هنوز فوق لیسانس نداره. 15 نفر شاهد بودن، همون از ما بهترونی که رفتن کارگاه. خانم لقمانی، شما خودت اسمت تو لیست بود، منتها به خاطر دلایل غیرکاری و اون ماجرای لو رفتن خواستگاری امیر نیومدی. دوستان همه بچه‌ها یا دارن استعفا میدن یا دارن همدیگر رو گوشمالی میدن یا با همدیگه قهرن. به نظرت خوبم؟ قندمانه نیست که. اینه باقی جنایات جنگی آقای بهمن خان.
دیروز که با هم حرف زدیم قضیه اعترافا رو شنیدی، خیلی خندیدی. آره، بخاطر اینکه از عمق فاجعه خبر نداشتم. ورداشته یه چیزای علیه بچه‌ها نوشته و برده اونجا. دیوونه است. همین نقطه ضعفای همشون نوشتی؟ و دیگه شهابم که گفتم، کمیلم که اسمش رو گفتم و دانیارم که حال همین. ببین سعید رو ننوشتی که، خودش اینا رو نوشته، نگفتی اونو. سعید چیز بدی ازش ندیدم که. حالا یه خورده کم حافظه است، چه بیدم زودرنج، فراموشکار، احساساتی وقتی چه بیدم لوسه. خب قهر میکنه ولی چیز بدی ازش ندیدم. تمومه. آه ساناز صفایی، از اون اخبار زردی های دنبال هاشی برو یک بعد یک سوتی بده ای هم هستا با اون خواستگار سمجش. بده من بس کت اینو برای چی میخواستی؟ برای آنالیز رفتار گروهشون و تیم بندیشون. به من زودتر بیا خلابی رو. باشه. به خدا همه رو سعید نوشته بود ها؟ میتونم توضیح بدم بچه ها، اونجوری که فکر میکنین نیست. صبر کنین. خب اون خواستگار سمجش، آقای مرشد که هنوز ما رو به اسم نمیشناسه، اون وقت اومده ما رو آنالیز رفتاری کرده؟ امین حرف نمیشنوه؟ من همیشه معترضم؟ نه، من همیشه معترضم؟ دانیال سر به هواس؟ واقعا معترضم. یا آقا نگزده بخور بخور پشه رو کنه. آقا چیزی نشده که الان میریم و بچه های اصخایی میکنیم. بگو آقا ایشون از من خواسته یه لیستی بنویسم، فکر نشده بوده. تمام میشه میره دیگه، اصلا این حرفا بزن جمعش کن بره. اصلا این چیزی که رئیس جمهورا میگن. رئیس جمهورا کجا رو میگی؟ بابا حالا رئیس جمهورا هر جا خارج ناسلامتی تو تهیه کننده یا بچه ها ازت حساب میبرن. واقعا؟ آره، یه مرشد میگن هزار تا مرشد در دهنشون میریزه بیرون. راست میگی ها، اصلا بچه ها جونشون برای من در میره. آره سوهیل هم مربی خوبیه ها، همین ترس از تغییر چهره و گریم رام بود و این درستش کرد. بله نکرد؟ بله چرا؟ خب حالا پاشو بری برو دیگه. رحمن بزن بزن آب کش کن بهمنو. بودو بزن بین چشش. بزن چش رو بزن. آقا عباسای من آخری هم بزن. عباسای من حالا که میدون تو خون انقدر خوب برگزار شد، میخوام نوید بهتون بدم. شما همکنون وارد مرحله آخر شدید. تو این مرحله هیچ کسی هیچ کاری نمیخواد بکنه. این همه میدون رو با هم اومدیم که برسیم به این میدون. میدان نو بنیاد. بنیاد شما از نو ساخته شد. تبریک میگم بهتون. به افتخار خودتون. دانیال نداری دیگه دارت بزنی؟ نزنی لطفا این کار رو نکنی. آفرین به افتخارش. بهمن آب کش شد. دست Thank you.
خط رو میبینید؟ این فقط یه خط نیست. شما از این ور خط که میاید این ور خط یه آدمی، ولی موقع که از کارگاه برمیگردید و به این ور خط میرسید یه آدم دیگه هستید. وقتی که از کارگاه برگشتید همه تون رو میبینم که عوض شدید. از همگی تون رو میبینم. بفرمایید. بچه ها، عزیزای من، نمیدونم توی اون کارگاه کوفتی دیروز چه گذشته و راستش نمیخوام هم بدونم. یه چیزایی شنیدم، خیلی هم خجالت کشیدم. فقط میخوام بهتون یادآوری کنم ما سالهاست داریم با هم کار میکنیم، کلی کنار هم دیگه خندیدیم، خوش گذروندیم، موفقیت به دست آوردیم، شکست خوردیم، تلخی دیدیم، کنار هم گریه کردیم، زندگی کردیم با هم. میخوام ازتون خواهش کنم به پاس و احترام همه این لحظه ها بیاین تصمیم بگیریم 48 ساعت برگردیم عقب و بریم به قبل از اون کارگاه لعنتی غیر اصولی و مزخرف و هرچی که اتفاق افتاده رو به هم ببخشیم، دوباره کنار هم دیگه شروع کنیم به کار کردن و زندگی کردن. خواهش میکنم. من هم در راستای حل این مشکل اقدامی کردم. خب هر کسی هر مشکلی که داره با مداد مشکی نرم و پررنگ البته خب بندازه توی این صندوق انتقادات و پیشنهاد اینترنتی که سفارش دادم و فردا میرسه دستمون، بندازه اون تو. من از طرف آقای مرشد عذرخواهی میکنم، خیلی هم عذرخواهی میکنم. مثلا کلا راجع به خیلی چیزا عذرخواهی میکنم و اگه باش موافقین و قبول دارین حرف منو، خواهش میکنم بیاین تشویق بکنیم همدیگر رو و دیگه تموم. تا حالا این کلاسای موفقیت و کارگاه انگیزی اینا رفتی؟ نه اصلا. خب همون میخوام ببینم خودت میتونی مثلا مربی باشی مثلا. ببین مربی که نه، ولی میتونم مثلا